پژوهشگران بریتانیایی میگویند چهار ژن تعیین کننده ساختار و شکل ظاهری بینی انسان را شناسایی کردند. به گفته این محققان با گذشت زمان شکل ظاهری بینی انسان ها منطبق با دما و شرایط محیط زیستشان تغییر کرده است. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ما هست با جزئیات بیشتر در این رابطه. شیده، منظور از تطابق شکل ظاهری بینی انسان ها با محیط زیستشون چیه دقیقاً؟ ببین، بر مبنای فرضیه تکامل پراکندگی جمعیت‌های زنده که انسان هم جزوی از اوناست بر مبنای گزینش اصلح یا انتخاب برتر صورت گرفته. معنیش چیه؟ یعنی کسانی که در هر محیط با اون شرایط محیطی سازگارترن، خب طبیعتاً احتمال زنده موندن، بقا و تولید مثلشون بیشتره. حالا میایم به مسئله دماغ، بین شکل بینی و دماغ برگردیم. به طور مثال در اروپا به دلیل سرمایه هوا کسانی که بینی باریک با سوراخ‌های کوچیکی داشته باشن، باریک و کوتاه با سوراخ‌های کوچیک داشته باشن، چون هوا سرده این تبادل حرارتی که از طریق سوراخ‌های بینی انجام میشه در اینها کمتر اتفاق میفته، این آدم‌ها کمتر بیمار میشن و طبیعتاً بهتر زنده میمونن. و اگر مثلا برسیم به مناطق حاره و گرمسیر، کسانی که دماغ عقابی دارن چون سطح تبادل حرارتیش بالا میره، امکان بیمار شدنشون و امکان زنده موندنشون بیشتره. طبیعتاً نسل بعدی که از اینها به دنیا میاد نسلیه که با همون شکل بینی به دنیا اومده و در مناطق کوهستانی دماغ‌های بلند احتمالش بیشتره. این در مورد اینکه دماغ با محیط، یعنی محیط زیست با دماغ ما چه کار کرده از طریق ژن، از این طریق وارد شده. اما این مطالعه اصلا بخشی از یک پروژه بزرگیه که کالج دانشگاهی لندن داره نقشه ژنتیکی انسان رو با قیافه ظاهریشون تطبیق میده و روی 6000 نفری داره انجام میشه که در آمریکای لاتین در واقع بیشترشون زندگی میکنن. حالا چرا آمریکای لاتین؟ چون تنوع ژنتیکی و ذخیره در واقع ژن‌های انسانی در منطقه آمریکای لاتین بیشتر از جاهای دیگه بوده. بومیان آمریکا، بخشی از مردم که از نژاد، تنوع نژادی قومی منظورمه، نژادهای افریقایی هستن، در بنادری که در امریکای مرکزی هستن آورده شدن و از اونجا به آمریکای لاتین رفتن، و سایر افرادی که از اروپا بعدن به آمریکا مهاجرت کردن و از اون طریق پراکنده شدن در منطقه آمریکای لاتین، یک ذخیره و گنجینه از ژن‌های انسانی به وجود آوردن که بیشترین تنوع را داره. رو اونا دارن مطالعه میکنن و این مطالعه هنوز در حال اجراه. یادت باشه یک برنامه دیگه‌ای با هم داشتیم راجع به ژن‌هایی بود که موهای تغییر رنگ موهای انسان و سفید شدن موهای انسان رو پیش میاد. آها، اون هم کار همین دانشمندانه. اونها هم از همین شناسایی به اینجا رسیده بودن. خب الان کاربرد اصلی این یافته‌ها چیه خانم دکتر؟ رسیدیم با کار مره. البته هیچ وقت نمیشه منکر قضیه زیبایی شناسی بشی، چون خودت میدونی که تغییر شکل دماغ و عمل کردن و نمیدونم عملهای زیبایی چقدر پرطرف داری. ولی هدف اصلی این پروژه اصلا این نبوده. هدف اصلی این پروژه و کاربردش در پزشکی قانونی و چهره نگاریه. همونطور که بهت گفتم، یعنی میتونن این پژوهشگران دارن این کاری که انجام میدن، میخوان وقتی نقشه ژنتیک یک آدم رو میتونن تعیین کنن و ترسیم کنن، از روی اون بتونن چهرهش رو ترسیم کنن. تو پزشکی قانونی به فرض اگه یه مجرمی در یه جایی حضور داشته که دی ان اش باقی مونده توی فعالیت تروریستی، توی کار مجرمانه یا به هر دلیل دیگه، اگه دی ان اش رو به دست بیارن و این کار، این پژوهش به نتیجه برسه، میتونن قشنگ با یه کامپیوتر چهرهش رو، شکلش رو بکشن و عکسش رو همه جا پخش کنن. این اصلش اینه. بسیار تشکر می‌کنم دکتر شیده رضایی که در استودیو با ما همراه بودیم. ممنون.